چهارم تیر ماه 1395 خورشیدی و 24 ژوئن 2016 میلادی. امشب صفحه آخر ادامه موضوع هفته پیش خواهد بود با تمرکز بر موضوع امامت و ولایت. پرده آخر هم خواهیم داشت. جمعه پیش با دو مهمان محترم برنامه، آقای مهدی خزعلی و آقای بهرام مشیری که امشب هم در خدمتشون هستیم، به نمونه ای از قصص قرآن پرداختیم، داستان آدم و حوا، و بعد پرداختیم به موضوع حج و پیشینه اون در قبل از اسلام، یعنی پیشینه مکه و کعبه در قبل از اسلام، و بحث بت‌های کعبه و پیشینه تمدنی اعراب قبل از اسلام. این بحث آخر، یعنی این پیشینه تمدنی یا پیشینه جاهلیت اعراب قبل از اسلام، این بحث نیمه کاره موند، اساساً به دلیل قطع ارتباط با آقای دکتر خزعلی. من قبل از برنامه با آقای خزعلی تماس گرفتم، فرمودن که چند دقیقه کوتاه بهشون وقت بدیم در آغاز برنامه تا نظرشون رو درباره جامعه عربستان قبل از اسلام بگن، که هفته پیش عرض کردم به دلیل قطع ارتباط نشد که ایشون بگن. آقای مشیری هفته پیش در برنامه گفتن که تاریخ رسمی اسلام اون چیزی که نوشته شده و امروز در ایران جمهوری اسلامی وجود دارد قلابی است. عربستان قبل از اسلام به ویژه مکه جامعه متمدنی بود نسبت به زمانه خودش، و اینو میشد دید در وجود شاعران بزرگ عرب که قبل از اسلام بودن و همچنان شعرهاشون هست، و در وجود زنهای قدرتمندی که در اون زمان بودن، مثل خود خدیجه که بعداً محمد با او ازدواج کرد، پیامبر اسلام. و به گفته آقای مشیری هفته پیش فرمودن عربستان قبل از اسلام جامعه مادر سالار بود و چیزایی مثل زنده به گور کردن دختران در عربستان قبل از اسلام قصه های ساختگی است برای موجه جلوه دادن اسلام، که مردم عرب به ویژه اهالی مکه رو که مرکز فرهنگ و تجارت بود به زور شمشیر مسلمان کرد. و بعد خب امروز یکی از چیزایی که گفته می شود همین نکته است که در واقع زن در عربستان قبل از اسلام نه تنها هویت نداشت، زنده به گور می شد، و بعد با آمدن دین اسلام زن به هویت واقعی خودش در زمانه خودش بازگشت، حالا با قوانینی که وجود دارد. به هر حال نمیدونم که آیا میتونیم شروع بکنیم بحث رو. بله، خب اجازه بدید که ما هنوز آقای خزعلی رو ارتباطمون وصل نشده است. من امیدوارم که این نشانه بدی نباشه برای طول برنامه که ارتباطمون با ایشون مثل هفته پیش بشه و بتونیم بحث خلاق و در واقع پیوسته ای داشته باشیم. آقای مشیری تشریف دارن. آقای مشیری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. درود بر شما آقای خلاقتی و درود بر بینندگان شما، بسیار خوشحالم در خدمتتون هستم. خب امیدوارم که صدای شما هم درست بشه. ببینید، در برنامه‌ای که دو سه ماه پیش با شما داشتیم آقای مشیری، درباره خرافات شما فرمودید که خرافات در شیعه از قدیر خم شروع میشه. بذارین به جای اینکه بنده عرض بکنم خلاصه صحبتتون رو، خودتون به طور خلاصه بفرمایید که چون بحث مربوط به امامت است از همونجا شروع بکنیم. در واقع خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، عرض مخلص این بود که داستان شیعه اصولا ابداع در دین هست و به همین دلیل جمهور مسلمانان از شیعه بیزار هست. یکی از بزرگان نویسندگان عرب ابن راوندی میگوید از 72 فرقه اسلام هیچ یک را کافر نتوان خوند الا رافضی. و امام در واقع امام بزرگ عرض کنند که طوسی میگوید که رافضی به قدری پست هست که سخن با او گفتن ابطال وقت هست. یعنی اینا نگاه بزرگان اسلام هست به داستان شیعه.
و عرض کردم که این قصه ای که میگویند که حضرت محمد علی رو در واقع بلند کرد دست ایشون رو گو و من کنت مولا و فاز علی مولا به مفهوم این که ایشون جانشین من است، این مطلقاً و ابدا چنین چیزی نیست و هیچ یک از بزرگان اسلام که حضور داشتن در حجت الوداع چنین چیزی رو نیاوردن. خود حضرت علی علیه السلام هرگز به چنین چیزی اشاره نکرد و نهج البلاغه در دست هست و در هیچ یک از سخنان ایشان ما اشاره حضرت رسول رو به اینکه ایشان رو جانشین خود کرده وجود ندارد. و به تصریح طبری میگوید وقتی حضرت رسول در بیماری نزد بودن در حال موت، عباس و علی میگوید، عباس عموی پیغمبر و علی میگوید که یا علی برو و مطلب خلافت رو روشن کن و علی میگوید من هرگز چنین نکنم، چرا که اگر بگوید نه هرگز این خلافت رو به ما نخواهند داد. بنابراین همه شواهد و قرائن نشان میدهد که حضرت رسول علی رو به جانشینی انتخاب نکرد، اما قرائن بسیار نیرومندی هست که ابوبکر رو به تعریض به جای خود برگزید، اون جایی که سه بار به عایشه گفتن عایشه برو و به پدرت بگو پیش نماز بایستد، و وقتی که جمع شدن مسلمین پس از فوت رسول در صحیفه بنی ساعده، در اونجا خیلی به سرعت و به آسانی با ابوبکر بیعت کردن و خود حضرت علی هم اندکی بعد با ابوبکر بیعت کرد. اینا داستان هاییست که ساختن و اصولا میخوام خدمت شما عرض کنم موضوع امامتی مطلقاً و ابداً در کار نبوده است. تا روزگار امام جعفر صادق موضوع امامت نبود آقای فلاحتی، فقط موضوع خلافت بود. وقتی هم که عثمان کشته شد آمدن مسلمین و با حضرت علی بیعت کردن در امر خلافت، اساساً صحبت امام نبود، صحبتی امام یک واژه خاص نبود در زبان عرب. امام به معنای پیشرو، امام به معنای ذهن کمان، امام به معنای نسخه منحصر به فرد یک کتاب رو امام میگفتن و در واقع خواجه ابوالفضل بیهقی میگوید استاد من ابو نصر مشکان در ترسل در نوشتن امام بود. بنابراین صحبت سر خلافت آقای مشیری. بله این خلافت که میفرمایید در دوره خلفای راشدین اگر بشود گفت، بعداً بحث امامت و ولایت هم پیش میاد و بعضی از دین پژوهان و بعضی از مراجع حتی عقیدهشون بر این است که ولایت علی وجود داشته است و بعد از علی دیگه ولی وجود نداشته، ولایت به معنی صاحب اختیاری در واقع، ولی به معنی صاحب اختیار، و این ولایت که ادامه پیدا کرده است تا ولایت فقیه، حالا بحثش رو بعدا خواهیم کرد، این در واقع یه چیز جعلی و قلابی است، آخوندسالاری است و ربطی به ولایت علی ندارد. و بعد دیگه امامان بعدی، اینو که عرض میکنم مراجع از مراجع امامیه در واقع میگویند که معتقد به دوازده امام، که بعد از علی امامت وجود دارد، اینها امامند و دوازده امام در واقع و یازده امام بعد از علی علیه السلام، امیر المومنین، پیشوای اول، امام اول و ولی مسلمین. بعد از اون دیگه ولایت مطرح نیست. به هر حال ما ارتباط تلفنیمون الان وصله با جناب آقای خزعلی. آقای خزعلی خواهش میکنم ازتون که قبل از این که بنده عرض بکنم، اول درود بفرستم خدمتتون و خوش آمد بگم بهتون به برنامه امشب صفحه آخر هم، و عرض کنم خدمتتون که ببینید یکی از بیننده هم در پیامی به برنامه نوشته است اگر حضرت محمد در روز غدیر در حضور اکثریت پیروانش علی را به عنوان جانشین تعیین کرد، چرا مسلمانان پس از وفات او برای تعیین جانشین جلسه گذاشتند و کسی دیگری را به عنوان جانشین معین کردند؟ اگر جانشین مشخص بود تعیین جانشین محلی از اعراب نداشت، به ویژه که خب بسیار معتقد بودند خلفای
راشدین به بعدن البته عرض میکنم منظورم غیر از علی است، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، به ویژه ابوبکر بسیار معتقد به محمد بود. این دیگه در تاریخ اسلام همه جا هست و امکان نداشت که در واقع زیر حرف پیامبر اسلام بزند. و بنابراین این تشکیک در قدیر خم را چگونه شما توضیح میدید؟ آقای دکتر خزعلی، خواهش میکنم بفرمایید. الو، سلام علیکم. درود بر شما. عرض کنم ارتباط تصویری ما برقراره، اگر شما میخوان تکرار کن یک بار دیگه واسم اسکایپ برقراره. بسیار خوب، شما با تلفن یک قطع کنید دوباره اسکایپ رو بس کنید. بسیار خوب، با تلفن شما بفرمایید پاسخ این پرسش رو که ما وقت رو از دست ندیم و بعد عرض کنم خدمت. خب آخه مطلبی که فرمودند، حالا مقدمه‌ای که من شنیدم شما فرمودید که زمان جاهلیت چگونه بوده است و دفعه قبلم یک 10 دقیقه من ارتباطم قطع شد و بعد در تکرار شنیدم مطالب فرمایشات آقای مشیری رو. آقای دکتر خزعلی، بیاین دو قسمتش بکنیم. یکی حد اکثر در 3 دقیقه ازتون خواهش میکنم برای اینکه بحث باز پراکنده نشه. اگر شما میتونید قطع و وصل کنید خیلی ممنون میشم. شما آنچه که درباره قطع و وصل کنید دوباره ارتباط رو برقرار کنید. شما با تلفن صحبت هفته پیش رو که خواستید بفرمایید که قطع شد ارتباطتون بفرمایید، بعد درباره قدیر خم ارتباط اسکایپی رو وصل خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم. خب ارتباطمون قطع شد گویا. بسیار خوب، اجازه بدید من چند نکته رو خدمتون عرض بکنم تا اینکه ادامه میدیم. آقای مشیری، من باز از شما، حضور شما پرسشی دارم و اون این است که ببینید شما در تمام، یعنی این نکته است که بسیاری از بینندگان هم سوال کردن، شما در تمام بحثایی که میفرمایید رجوع میدید به تواریخ شیعه و تواریخی که در واقع نوشته شده است، نه به داستان‌ها و اسطوره‌ها، از جمله به قصص قرآن که شما می‌فرمایید اینا قصه هایی است که به هر حال از قبل از اسلام وجود داشته است و هفته پیش هم توضیح دادید. ما چگونه می‌توانیم حتی آنچه هایی که شما می‌فرمایید رو بهش اعتماد بکنیم به عنوان تاریخ؟ نه اینکه منظورم این است که به حرف شما اعتماد کنیم، منظورم به اون متون تاریخی است. می‌دونید این درسته که ما غیر از این متون متون دیگری نداریم، ولی خود این متون چقدر قابل اتکاست؟ بله، خدمت شما عرض میکنم در میان ادیان قدیم اسلام تنها دینی است که جمیع حرکات و وجنات رهبرش که رسول باشد ثبت و رد شد و اصحاب اینها رو بیان کردن. تاریخ هایی که هست اینها رو بایستی با هم مقابله کرد و اون چه ما نقل میکنیم خدمت شما از تاریخ های و مآخذ تراز اول اسلام هست و ما چاره‌ای نداریم جز که به اونها مراجعه کنیم. از 600 سال پیش یا شاید 700 سال پیش به این سو تاریخ های اسلام که نوشتن مثل روزت و صفا و حبیب و سیر اینها دیگه مورد اعتماد نیستن یا ناسخ و تواریخ. مراجعات ما به تاریخ نویسان تراز اول هست، مثل ابن کلبی، مثل طبری، مثل ابن اسیر، مثل واقدی ها، مثل ابن خلدون و مسعودی. اینها مورخان تراز اول هستن و منابعی که در واقع قابل اعتماد بایستی باشن اینها هستن. بعدها که شیعیان دست به قلم بردن، چون ما مؤلف شیعه بسیار کم داریم، اینها آمدن و هر چه خواستن وارد این تاریخ ها کردن. اما ما بایستی به تاریخ های خیلی قدیم اسلام مثل ابن اسحاق و کسانی که نام بردن چاره نداریم جز که اینها رو با هم مقابل کنیم. اونها هم بسیار زحمت کشیدن و با بسیار کسان صحبت کردن و با شاهدان عینی سخن گفتن و با نسل دوم در واقع اصحاب سخن گفتن و این داستانها رو گرد آوردن. بله. این است که ما چاره‌ای نداریم. بله. جز اینکه به تاریخ‌های تراز اول اسلام مراجعه کنیم. حالا اجازه بدین که برگردیم به آقای دکتر خزعلی. آقای خزعلی، ارتباط برقرار است گویا خوشبختانه. شما بفرمایید، خواهش میکنم. همون قسمتی که اول به
جامعه عرب قبل از اسلام فرمودید که میخواید بپردازید چند نکته که ادامه بحث گذشته بود. امیدوارم که این قسمت بیش از 3 دقیقه نشه، ما سر و پا گوشیم که بعد بپردازیم به مسئله امامت و قدیر خم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. عرض کنم عزیزمون جناب آقای مشیری از جامعه جاهلیت یک مدینه فاضله ای ساختن که من فکر کنم هخامنشیان هم باید قبطه عرب بدوی اونجا رو بخورن، که خیلی ظاهرا اینطور که ایشون فرمودن جامعه خیلی جامعه مدینه فاضله ای بوده است. نه خیر، در جاهلیت ازدواج‌های متعددی داشتیم، زن مثل کالا معامله می‌شد، اختیاری برای انتخاب همسر نداشت، او را در سنین طفولیت به ازدواج می‌دادن به هر کی می‌خواستن، او اصلا حق انتخاب نداشت و حتی به ارث می‌رسید، همسر پدر به فرزند بزرگ می‌رسید و او بود که یا پارچه‌ای روی سرش می‌انداخت و او را تصاحب می‌کرد، یا اینکه نه، به نظرش بالاخره پیر می‌آمد و به درد خودش نمی‌خورد، اگر به کس دیگه ای میداد مهریه‌شو میگرفت. یعنی دقیقا یک معامله بود وضعیت زن در اون موقع، اینطور بود. و بحث زنده به گور کردن هم بله در همه جا نبود، در یمن، در صنعا، در جایی که مثلا ملکه سبا وجود داشت اونجا نبود، اما در عربستانی که پیامبر ظهور کرد، در حجازی که پیامبر ظهور کرد، در اون جزیره العرب زنده به گور کردن به قدری بود که در پیمان عقبه پیامبر، جاهایی که ما میتونیم استناد کنیم قراردادهاست، در اون پیمان نامه‌ای که بسته شد بین اهالی یثرب و پیامبر، یکی از بندها این است که فرزندانتون رو، دخترانتون رو زنده به گور نکنید. یعنی همچین تعهدی از اهالی یثرب گرفت، این گونه پیمان بست با اهالی یثرب که زن رو، دختر رو زنده به گور نکنند. نه، زن شرایط بسیار بدی داشت، مثل کالا بود، ازدواج شراکتی بودش، اشتراکی، و تعدد هم اونقدر بود که در واقع حدی نداشت. اسلام اومد اونو محدود کرد، حد اکثر به 4 در واقع همسر، وگرنه تعدد زوجات حد و حسابی نداشت، میتونست 100 تا همسر داشته باشه و خیلی راحت هم رهاش کنه بدون اینکه به حقوق اون پایبند باشه، با یک اشاره. حالا بعداً شد طلاق تو ثلاثه، اون موقع که یه طلاق میداد تموم میشد. اما اینکه فرمودید که به ضرب شمشیر، کدوم شمشیر؟ اینها که 13 سال در مکه زیر شکنجه بودند، یاسر شهید شد، سمیه شهید شد، همه اینها زیر شکنجه بودند و همینطور شکنجه میشدند و در مظلومیت تمام به اونها میگرویدند. مسلمین میادن مهاجرت کردن به حبشه از زیر فشارهایی که بود و شکنجه‌هایی که بود و قتل‌هایی که اتفاق افتاد، فقط به خاطر عقیده، ترویج عقیده بود. 13 سال شعب ابی طالب، آیا اینها قدرتی داشتن؟ همه جمع شدن در حصر اقتصادی شعب ابی طالب که هیچی نداشتن در اون 3 سال بخورن. در اون سالها بود که ابو طالب به رحمت خدا رفت، خدیجه بزرگترین پشتیبان پیامبر فوت کرد. واقعا اینها رو ببینیم اینطوری تحلیل نکنیم، جنگی در کار نبود، در واقع میخوام بگم که گرویدن بدون جنگ بود. بعدش خب بله، وقتی که اینها اومدن در مدینه و حاکمیتی پیدا کردن، مزاحمت قریش بود سال دوم، بعد از کلی قتل و غارتی و شکنجه هایی که بود، تازه آیه نازل شد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، تازه به خاطر اینکه برای اونها قتال و جنگ تحمیل شده است و ظلم شده به اونها، اجازه دفاع داده شد، که جنگ بدر در سال دوم با همین آیه شکل گرفت که مردم شاد شدن که اجازه دفاع پیدا کردن، وگرنه تا اون موقع دفاع هم از خودش نمی‌کردن. یعنی 15 سال بعد از در واقع بعثت، بعد از اسلام، هنوز یک جنگ هم نداشتن. بعدم طبق تاریخ طبری که ما قبول نداریم اما استناد عزیز ما به اون زیاد هست، یا به هارالانواری که متعلق به ماست، یا طبقاتی که باز شما قبول دارید، یا تاریخ یعقوبی، تمام اینها، یا سیره ابن هشام، نگاه کنید ببینید دونه دونه در اون تواریخ نوشته که چند تا کشته در مثلا غزوه بدر بوده، احد بوده، خندق بوده، تمام اینها، خیبر بوده، بنی نذیر بوده، همه اینها نگاه کنید در همه اینها چقدر کشته بوده. طبق تاریخ طبری میگه 1305 تا، و بیشترین آمارم 1344 تاست. ما میگیم میانگین اینها 1306 تا کشته تمام جنگ‌های زمان پیامبر هست، یعنی از زمان قبلش که جنگی نبود، از بعد از
حالا تعداد کشته ها چندان اهمیتی نداره آقای دکتر خزعلی، جسارتا عرض می‌کنم به این دلیل که نه ما آخه باید با جمعیت اون موقع بسنجیم، با جمعیت فعال اون موقع بسنجیم، ما مقایسه که با امروز نمیتونیم بکنیم که، یا با قرن 20 مثلا. اجازه بفرمایید که به هر حال محورهای بحثو فرمودین، عذر می‌خوام ازتون، اجازه بدین دو دقیقه آقای مشیری صحبت کنن، بعد دو دقیقه در همین موضوع، بعد دو دقیقه هم شما صحبت بفرمایید، این بحث رو دیگه ببندیم. آقای مشیری دو دقیقه خواهش میکنم. قربونتون برم. ایشون فرمایشاتی فرمودند و میفرمایند که بنده واقعا شگفت زده هستم خدمتشون، که مقایسه میکنن جنگ‌های پیغمبر رو با جنگ‌های هیتلر. اگر که فاشیست‌های اروپا آمدند و 50 میلیون کشتن، این در واقع قیاس نمیشه با یک پیغمبری که میگوید من از جانب خدا آمدم و کشتن و تجاوز در بطن آیینش مرکوز باشه، کمایی که هنوز کشتار ادامه داره، کشتاری که محمد فرمود هنوز ادامه داره، کشتن غیر خودی، کشتن نمیدونم دگراندیش، کشتن کافر، کشتن اون چه غیر ماست. این وقتی پیغمبر این حرف رو میزنه و در قرآنش وارد میکنه و جزء اصول اساسی دین و آیین میشه و کشتن و تجاوز، این تفاوت میکند با هیتلر و جنگ دوم. من شگفت زده شدم از سخنان ایشون. ایشون بسیار پراکنده بود فرمایشاتشون، من به سرعت گذر میکنم. این که فرمودن بت‌های عرب، اینها شخصیت هایی بودن در قدیم و اینها از روی اینها ساختن، و فرمودن که لات و عزا مرد بودن. من ایشون را حواله میدم به تاریخ الاسنام ابن کلبی. ابن کلبی که از بزرگترین مورخان است، اینجا در صفحه عرض میکنم که 37 اینجا میآورد و میگوید این سبوت لات و عزا و منات را بنات الله، یعنی دختران خدا، دختران الله میگفتند و بران بودند که اونها شفیعشان نزد خدا هستند. این مطلب دیگری بود. دیگرم که فرمودن ابراهیم آمده، اسلام همه تقدسش رو از یهود گرفته. کدام ابراهیم؟ در سوره در بقره 3 جا میگوید که الله به ابراهیم گفت هاجر و نمیدونم اسماعیل رو بردار برو خانه کعبه رو بساز. ابراهیم اول وجود نداشت. دوم اینکه این یهودیان در اطراف مصر بودن، ابراهیم یهودی چه ربطی داشت که بیاد برای اعراب اونجا کعبه بسازه؟ در تاریخ خانه کعبه یک یهودی هم گرد این نچرخیده. اینها برای اون بود که تقدسی بدهند به این خانه کعبه، که این رسم و رسوم اینها از رسوم اعراب جاهلی بود. بسیار خوب ابراهیمی در کار نبود. بسیار خوب آقای مشیری، اجازه بفرمایید برای اعراب کعبه بسازه. برای اعراب اجازه بفرمایید آقای مشیری. آقای خزعلی خواهش می‌کنم دو دقیقه بفرمایید. بله خب ایشون میفرماید ابراهیم یهودی بود. چه عرض کنم دیگه، خب موسی از نسل اسحاق فرزند ابراهیم است. چطور میتواند ابراهیم پیرو نسل بعد از خودش باشه؟ خب من فکر میکنم یکمی همین کفایت میکنه که بفهمند ابراهیم یهودی است. نخیر، ما کان ابراهیم یهودی یا ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم مسلم بود و تسلیم خدا بود. این آیه قرآن است. و حالا اگر میخواهید همین ادامه بدهیم چش، ولی این که میفرماید اسلام با جنگ نیامده است اما دفاع دارد، برخلاف آیین تحریف شده مسیحیت که میگوید اگر سیلی بر گونه راستت زدن گونه چپ را بیاور آماده سیلی کن. نخیر، اسلام میگوید اگر اعتدا، اگر تعدی بر شما کردن به مثل همون میتونید تعدی کنی، اگر سیلی زدن یک سیلی، و قصاص دارد، مقابله به مثل دارد. و جنگ های اسلام همش دفاعی بوده، هیچ جا تجاوز نکرده، همش دفاعی بوده. اما صلیبی هایی که میگویند اگر سیلی زدند گونه دیگر را بیاور و سیلی بخورد، اونها آمدن 30 میلیون کشتار کردند. ما را همون زمان، ما را الان نیست، ما را جنگ هیتلر نیست. صلیبی ها مال قرن 11 اون موقع هم با شمشیر کشتن و از کشته پشته ساختن. در اورشلیم وقتی وارد می‌شدن بر روی جنازه ها حرکت می‌کردند و 30 میلیون آدم در قرن 11 کشتن صلیبی ها. همون دینی که میگویید خیلی رعفت دارد و رحمت دارد و صورت رو میآورد تا سیدی دوم را بخورد. نخیر، ولی اسلام با
با ظهورش 1306 کشته در جنگ ها که تجاوز شده. اسلام فقط دفاع کرد، این چیزها به اسلام نمیچسبد. آقای دکتر خزعلی، اجازه بدید که بریم سر موضوع امامت، فرصتمون یک کم بیشتر از نیم ساعته. درباره قدیر خم شما صحبت رو شنیدید، آقای مشیری در جلسه پیش و امشب هم به طور خلاصه فرمودن که اصولا خرافه در دین اسلام از قدیر خم شروع شده است و حادثه قدیر حادثه نبوده است، وجود نداشته و این حدیث قدیر بوده است و هست و چنین رویدادی نبوده. اگر چنین رویدادی بود، به ویژه ابوبکر و بقیه کسانی که شدن خلفای راشدین و بعد علی شد خلیفه چهارم، اونها قطعا گردن میگذاشتن به سخن پیامبر و در واقع آنچه که بود فرمان پیامبر. خواهش میکنم شما بفرمایید. ببینید، اول امامت رو اصلا بردن زیر سوال که ما امام نداریم در اسلام و در عرب، امام نداریم. اینو من میخوام رد کنم. آیه قرآن و ابتلا ابراهیم به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. برای ابراهیم بعد از اینکه تمام امتحانات رو پس داد، درون آتش رفت، به مذبح رفت، همه اینها رو رد کرد، آخرش خداوند فرمود تو رو امام قرار دادیم برای مردم. بنابراین امامت از زمان ابراهیم بوده است، نه بالاتر از آدم آغاز شده است. من میخوام بگم امامتی که خداوندی که خلق کرد از همون ابتدا امامت رو قرار داد، پیشوایانی قرار داد که مردم رو هدایت کنن و این هدایت الهی ادامه داشت. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این هدایت هست و ما علینا الا البلاغ. او میخواهد ابلاغ رسالت رو بکند و امام وظیفش این است که مردم رو هدایت کند. بحث حکومت بحث دومی است که این امام اگر مردم بخواهند حکومت میکند و برای این که بیعت مردم و دموکراسی و رأی مردم باشد، در قدیر 120 هزار نفر رو پیامبر جمع کرد، خطبه قدیر رو خوند و بعد گفت حاضران به غایبان پیام رو برسوند. برای این که میخواست برای علی بیعت بگیرد، میدانست که کسانی نمیخواهند علی خلیفه بشد. علی 33 سال داشت. چند ماه بعد این اتفاق افتاد و جانشین علی در سقیفه بنی ساعده که از مهاجرین فقط 3 نفر بودند، ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح، که اومد وقتی ابوبکر در خانه پیامبر بود و سر پیامبر بر زانوی علی بود، اومد عمر پیام داد که بگویید ابوبکر بیاید، امر مهمی است، نگفت علی بیاید. بنی هاشم در سقیفه بنی ساعده که یک سایبانی بود برای یک قبیله، چرا امر خلافت مسلمین در مسجد النبی که مرکز تمام تصمیم های مهم حکومتی بود و مرکز جنگ بود، چرا در اونجا اتفاق نیفتاد؟ چرا رفتن در سقیفه بنی ساعده که یک سایبانی بود برای یک قبیله؟ چه اتفاقی افتاد؟ اونجا جمعی از انصار جمع شده بودن که بعد از پیامبر تکلیف ما در مدینه چه می شود؟ تا الان پیامبر بود، قبل از اون اوس و خزرج بود و رئیس یکی از این قبائل سعد اونجا بود و شاید تمایلی داشت که بعد از پیامبر جانشینی حداقل در مدینه رو زمامت رو به عهده بگیره. عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح خودشون رسوندن. اون تعارفی که انجام شد و استنادی که کردن که پیامبر گفته ائمه بعد از من از قریشن، گفتن پس از قریش باشه مهاجر باشه، و استناد کردن به از سابقون از سابقون، و عمر گفت چون او پیرتر است، بر پیری او و سن بالا. پس آقای دکتر خزعلی، پس چرا استناد نکردن به حادثه قدیر؟ استناد به حادثه قدیر زیاد شد. ببینید، بعد از اینکه اون بیعت در سقیفه 3 نفره انجام شد و بعد اومدن ریختن توی خیابون با زور و خشونت از همه بیعت گرفتن، در اونجا میبینیم سلمان بیعت نکرده، مقداد بیعت نکرده، عمار که یک محوری است که پیامبر فرمود عمار با حق و هر عمار باشه حق هست، عمار بیعت نکرد، ابازر بیعت نکرد، بلال از آنگوی پیامبر بیعت نکرد، حذیفه بیعت نکرد. آخه شما میفرمایید 120 هزار نفر بودن که پیامبر اسلام علی رو معرفی کرد به عنوان جانشین خودش، اون 120 هزار. ببینید، من میخوام به شما یه چیزی رو عرض کنم. خواهش میکنم. اون زمان آنچنان حکومت رعبی و ایجاد شد و یک قبیله مسلح همون موقع اومد به جای اینکه بره مسجد نبی یا بره خانه پیامبر، مستقیم آمد رفت سقیفه و اینها باعث شدن که دیگه
کسی صداش دهنه و از امیر ترسید اختلاف بشه. گفت من ترسیدم که مردم از دین خدا برگردن اختلاف بشه، سکوت کرد. اما در همون سکوت 40 شبانه روز با زهرایت هر در خانه مهاجر و انصار رفتن و واقعه قدیر رو یادآوری کردن. اینجا رو میخوام خدمتتون عرض کنم که وقتی که این بیعت انجام شد و بیعتی که به هر حال تا مدت‌ها از امیر بیعت نکرد، نماز جمعه شرکت نکرد، حتی به دلیل همین که میگفتن هر کس نماز جمعه نیاید باید در خانه‌اش آتش زد، در خانه علی تنها نبود، در خانه جمعی که به نماز جمعه حاضر نمی‌شدن از اصحاب، در واقع اصحاب پیامبر، در خانه جمعی آتش گذاشته شد، فقط در خانه علی نبود. برای اینکه چرا نماز جمعه نمیاد، چرا بیعت نمی‌پذیره و نهایتاً به خاطر جلوگیری از تفرقه و اینکه مردم، حضرت فرمودن مخافت ان یرتد الناس عن دینهم، ترسیدم که مردم از دین خود برگرد. من بیعت کردم، بعد هم همکاری کرد، مشاوره کرد، کمک کرد، کارشکنی هم نکرد. اما من اینو میخوام بگم آقای مشیری عزیز، حدیث به این بزرگی متواتر که 110 روایت در کتب اهل سنت و شیعه هست رو شما تشکیک میکنید، اما اینکه به عایشه چه گفته است یا به حفصه چه گفته است که تنها راوی یا عایشه هست یا حفصه، به این استناد میکنید؟ شما یک موقع از سوراخ سوزن رد میشید، یک موقع از دروازه رد نمیشید، یک موقع به یک روایت در گوشی عایشه یا حفصه استناد میکنید، به روایت قدیر خم که 110 روایت در کتب اهل سنت و شیعه داره تشکیک میکنید، میگه خرافه است؟ آقای مشیری خواهش میکنم بفرمایید. ببینید مطالبی که دکتر خزعلی میگوید متاسفانه و حاصل تحقیقات علمی نیست و همون مطالبی است که روضه‌خوان‌ها بر سر منبر میگوید. من شگفت زده شدم وقتی ایشان بهارالانوار مجلسی که خداوند دروغ بوده این مردک با طبری بزرگ مقایسه میکند، محمد ابن جریر طبری از بزرگی و از زهد و پارسایی به وجهی بود که تا 4-5 قرن پیروان اونا جریریه، پیروان محمد جریر بودن و او رو پیغمبر می دانستن. اون قدیم مرد بزرگ بود و امانتدار بود و مطالبی که می فرمان هم مطالبی است که روضه‌خوان‌ها بر سر منابر می گوین. جنگ های اسلام به جز 2 جنگ خیبر و جنگ احد همه تهاجمی بوده، تازه اونها هم در انتقام از کشتار بدر بوده. اینا خطاهایی است که آقای خزعلی دوست گرامی میفرمایند و ما وقت هم نداریم که به درستی پاسخ بدیم. ایشان نمیتوانند طرفداران علی رو از 8 نفر بیشتر گزارش کنند، جز همین تعدادی گفتن علی طرفداری نداشت در موضوع صغیر تبنسه، همون مقداد بود و سلما بود، همین 8 بودن. اینا هرچه کوشیدن بیشتر از 8 نفر برای علی دوست و رفیق و پیرو پیدا نکرد. عرض من این است در موضوع امامت که اصلا صحبت امامت نبود، علی بود علیه معاویه بر سر خلافت، بعد حسن بود، حضرت امام حسن مجتبی خلیفه شد، به اون رأی دادن، سهمشون رو فروختن به معاویه و پولش رو گرفتن، و بعد حضرت امام حسین بودن برای انتقام آمدن، و بعد زید ابن علی ابن حسین بودن، بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین بودن. اینا همه مناقشات بر سر خلافت، صحبت از امامت نبود تا روزگار امام جعفر صادق، یعنی آخر قرن دوم. حالا میرسیم به زمانی که داشت به امامت میرسیم آقای، به امامت میرسیم اگه بتونیم فشرده تر صحبت بکنیم. ببینید آقای خزعلی فرمودن که 110 حدیث معتبر در کتب اهل سنت هست برای اثبات حادثه تاریخی قدیر. بله ببینید حادثه تاریخی قدیر اگر شما وقت بدید من خدمتتون عرض بکنم اصلا مطلب چه بود، برای چه اون داستان من کنت مولاه فهاز و علی مولا از کجا آمد، این برای جانشینی نیامد. این داستان این بود که حضرت رسول در داستان حمله به مکه حضرت علی رو فرستادن به یمن، گفتن برو فلان قبیله رو اسلام بده، اگر اسلام نپذیرفتن مطابق قانون جنگ رفتار کن و از اینها غنیمت بگیر و بکش و چنین و چنان کن. حضرت علی تشریف بردن اونجا که غنایم رو گرفتن و مطابق اصلی که پیامبر گذاشته بودن تقسیم نکردن، نگهبانی بر این گذاشتن و آمدن خدمت محمد که من چه بکنم.
گفت که برو مطابق قانون انجام بده. وقتی که ایشان برگشتن دیدن که اعراب تمام این قضایا رو، تمام این چه گرفته بودن غنیمت ها رو جمع تقسیم خودشون کردن، چون اعراب برای غارت جنگ میکردن نه برای دین. بنابراین باز با خشونت اینها رو از اینا پس گرفت. وقتی که این گروه عرب که همراه علی بودن به لشکر محمد نزدیک شدن و محدود شدن، رکیک میگفتن و سخت کینه‌جویی میکردن از علی، و علی مورد نفرت واقع شد بر سر این داستان. محمد شنیده و گفته است آقا هر که من دوست داشته باشه، این آقا هم دوست داشته باشه. موضوع خلافت نیست که آقا من یه چیزی میخوام بگم خدمت آقای خزعلی. در باب عصمت عایشه 17 آیه در قرآن هست. نمیشد که خداوند یک آیه به علی اختصاص بده، بگه آقا این و تنها کاری که کردن یک آیه جعلی به اون نسبت دادن که من همه آیه یادم نیست. و یقیمون صلات و یعطون زکات و هم راکعون، فقط اینو پیدا کردن و هیچ شاهد عینی وجود ندارد که ببیند که علی انگشترش رو در آورده و به گدا داده. اینا همه داستان ها ساختگی است. صحبت من سر اینجاست دوست عزیز. رو آقای خزعلی خواهش می‌کنم 2 دقیقه نه بیشتر بفرمایید که بحث رو ادامه بدیم. این که فرمودن که جنگ ها همه غیر از خیبر و بدر تهاجمی بوده، لابد جنگ خندق که اومدن محاصره کردن مدینه رو و اینها دور مدینه خندق کندن، این تهاجمی بوده. اون خندق هم نمادی از تهاجم است. من تعجب میکنم مطالبی که میفرمایند. اما حدیث برای حضرت امیر زیاده، حدیث منزلت که انت منی به منزلت هارون من موسی، که تو به منزله هارون برای موسی هستی برای من، و از اینها زیاده. و اون هم که میگوید انما ولیکم الله، ولی شما انما هم حصر داره کیست؟ بعد میگه همون و هم راکعون، اونهایی که یعطون از زکات و هم راکعون. و اون رو در مسجد همه دیدن که فقیری آمد و حضرت در اونجا طلب کمک حضرت انگشتر در آوردن، در حال رکوع دادند رفت. و این نمادی بود، در واقع نشانه هایی بود، کدگذاری بود در اون خفقانی که می دانستند برای بعد از پیامبر نقشه کشیدند. این کدهایی بود که پیامبر داد، یکی دوتا هم نیست. آیه تطهیر هم هست که اهل بیت رو تطهیر کردن و اهل بیت رو هم بعدن حضرت در حدیث دیگه احصا کردن به همین 5 تن. یعنی نه اینکه اهل بیتی که آیه تطهیر برایشان نازل شد که یطهرکم تطهیرا، آیه تطهیر خاص پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین است. و این رو در حدیث دیگه پیامبر در واقع احصا کردن که منحصر به اینهاست. و بحث قدیر هم که میفرماید این قصه میگه نخی بحث این بود که اون آیه نازل شد بلغ ما انزل الیک من قبلک، اون چیزی که قبلا به تو نازل کردیم ابلاغ کن. فان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگه ابلاغ نکنی اصلا رسالت تو ابلاغ نکردی. یعنی شرط امامت و ادامه این هدایت علی است، و اگر نباشه رسالت پیامبر ناقصه. و در ادامه وقتی که قدیر واقع شد آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، الان دین شما کامل شد، الان راضی شدم که این دین شما باشه. چرا؟ چون نگهبان داره. مگر میشود خداوند دینی رو بیاورد اگه دین رو پذیرفتید؟ پیامبر نپذیرفت. آیه دکتر خزعلی ببینید، در ادامه همین فرمایشتون میخوام ازتون بپرسم. ببینید این تواتر امامان، این ائمه، این اهل بیت، 12 امام پشت هم به عنوان مسئول حفظ دین که الان آخرین جملت رو متفرمودید، از کجا وارد دین اسلام شده؟ چه یقینی است در اثبات وجود این 12 امام به عنوان جانشینان پیامبر؟ ببین ما روایت زیاد داریم، حدیث جابر داریم که حضرت 12 امام رو دقیقا احصا کردن، اسم آوردن و از نسل امیرالمومنین و همه رو اسم آوردن. این قصه اگر نگیم که چرا امامت است، هدایت است، اگر خداوند پیامبری انتخاب کرده که دین رو بیاورد، همون خداوند برای حفظ این دین، برای تفسیر این قرآن هم ائمه‌ای رو قرار داده، الراسخون فی العلم رو قرار داده که اینها میخواهند این دین رو حفظ کنند. و خداوند دینش رو رها نکرد بعد از خاتم نبیین و باز ادامه داد، راهنما و ائمه‌ای قرار داد که تفسیر قرآن باشند، مفسر قرآن باشند و دین رو حفظ کنند. این طبیعی است و عقلانی است. اما یک جمله‌ای میخوام بگم، اشکالی کردن که اگر قدیر بود چرا بعد از قدیر مردم رفتن سراغ ابوبکر و عمر و عثمان، 3 خلیفه راشدی، البته خلفای راشدین 5 تا هستن، چون اهل سنت
تا امیر مؤمنان و امام حسن رو هم به عنوان خلیفه راشدین، خلفای راشدین قبول دارن. اما میخوام عرض کنم خدمتتون که ببینید اون زمان که نبود، نه رادیویی بود، نه فیلمی بود، نه این همه امکانات رسانه‌ای بود، این اتفاق طبیعی است. الان شما نگاه میکنید 10 سال امام، دقیقاً 10 سال پیامبر در مدینه حکومت کرد، 10 سال امام بعد از انقلاب در بین ما بود، مرتب از آقای منتظری تجلیل کرد، فقیه عالی قدر، حاصل عمر من، نتیجه عمر من. بعد خبرگانی تشکیل شد، اونها اومدن داکیومنت ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کردند و همه میدانیم که او قائم مقام رهبری بود، عکسش هم در دیوار بود. اما بعد از رحلت امام بلافاصله یک خبرگانی تشکیل شد. جالب، وصیت‌نامه امام در اونجا توسط رهبری اون موقع رئیس جمهور آقای خامنه‌ای خونده میشه و در اون وصیت‌نامه هست هر چی از من نقل کردن نپذیرید مگر اینکه فیلم من باشه یا امضای من باشه. بعد از اینکه این وصیت‌نامه تموم شد، خب آقای هاشمی گفتن که من از امام شنیدم وقتی که رهبری در کره بودن، گفتن ایشون به دلیل رهبری می‌خورن، همه پذیرفتن همون خبرگان و رأی دادن و رهبری عوض شد. ببینید این قصه به همین سادگی الان اتفاق افتاد، اون زمان هم اتفاق افتاد، هیچ اشکالی نداره، این اتفاق اون زمان هم افتاد و اینجا هم افتاد. اینجا که این همه فیلم بود و ببینید درباره امامت و ولایت که فرمودین، من اشاره کردم تو صحبت قبلی که بعضی ها معتقدند که ولایت فقط ولی، در واقع ولی به مفهوم صاحب اختیار، عرض کردم تکرار میکنم، و امامت به معنای پیشوایی، که بعد از امام اول علی ولی مؤمنان، ولی مسلمانان، ولی شیعیان، هر اسمی روش میذاریم، بعدش دیگه ولایتی وجود نداشته است. ولی نظریه غالب امروز حاکم در ایران این است که نه خیر، تمام امامان ولی بودن، ولایت داشتن، صاحب اختیار امت اسلام بودن و همین ولایت هست که رسیده است به ولایت فقیه که در غیاب امام 12 ولی فقیه در واقع صاحب اختیاری مردم رو داره و ولایت رو. به هر حال حالا کاری به معنای ولی فقیه و تفسیر امروزی سیاسیش نداریم، ولی ولایت به هر حال معنی روشنی داره و ولایت فقیه هم. این نظریه رو قبول دارین، این چیزی که به امروز بهش رسیدیم؟ خواهش میکنم. ببینید ما وقتی که آیه داریم انما ولیکم الله و رسوله و اولو الامر منکم، داره ولی میگه، ولی دوست نیست، همون سرپرست هست، حاکم است، کسی است که بر ما مسلط است، ولایت دارد. بله، ولی ما خداست و رسول و اولو الامر. حالا اهل سنت میگوین هر کسی حتی به کودتا، به شمشیر بر حکومت رسید اولو الامر است. ما میگوییم نه، اولو الامر در واقع احضار شده در آیات دیگر و در روایات و در حدیث نبوی به این 12 امام. این تفاوت ماست. اونها میگویند معاویه و یزید شرابخواره زنباره ممنباز هم اولوالامر است. ما نمیپذیریم که هر کسی که بتواند حتی به شمشیر و به ناحق با کودتا حاکم شود اولوالامر است. ما میگوییم ولی ما اینها هستند، اگر به حکومت هم نرسند ولی ما همینها هستند، اگر حکومت برسند قبول مسئولیتی است که مال مردم است، حکومت متعلق مردم است، اگر دادن در اختیار امیرالمومنین اون 4 سال و اندی کمتر از 5 سال حکومت عادلانه ای رو اجرا میکنه که آخرم شهید عدالت خیش میشود و امام حسن هم همینطور، اگر مردم بخواهند حکومت میکند، نخواهند کنار میکشد. همه ائمه ما همینطور بودن. ما ولایت رو این گونه میبینیم و در عصر غیبت، در زمان غیبت امام 12 4 نائب خاص بودن ابتدا و بعد از اینکه نواب خاص تمام شدن ارتباط قطع شد، ما میگوییم باز دوباره روایت داریم فاما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا، در حوادث واقعی که برای شما واقع میشود شما رجوع کنید به راویان حدیث. باید بگردید ببینیم کارشناس دین کیه، کی قرآن و حدیث رو میشناسه، میتواند از این ادله 4 کتاب و سنت و عقل و اجماع بتواند قانون رو استخراج کنه، نظر خدا رو، حکم خدا رو استخراج کنه. اون فرد یک کارشناس دینیه، نه معصوم است نه مقدس است، هیچ. یک کارشناسی که بتواند از این منابع 4 ما، کتاب و سنت و عقل و اجماع، بتواند حکم خدا رو استنباط کنه. اگر حکم خدا رو استنباط کرد، ما دنبال حکم خدا هستیم. الان در زمان غیبت امام معصوم نیست، حکم خدا رو یک کارشناس دینی میتونه استنباط کنه. بله، من معتقدم که بایستی برای اجرای قانون الهی و حکومت اسلامی حتما بر مسند اون یک حاکم
و یک کارشناس دینی باشه. بله به ولایت فقیه بنده واقعا معتقدم، با تمام وجودم، پوست و خون و گوشت و استخوان من شهادت میده که برای اینکه احکام اسلامی جاری بشود کارشناس دین لازمه، نه من چشم پزشک یا یک متخصص، من متخصص قلب یا من مهندس. من مهندس نمیتوانم ادعای کارشناس دینی کنم. اگر رفتم کارشناس دین شدم در خدمتتون هستم و میتونم اظهار نظر. بسیار خوب آقای مشیری، من دیگه فرصت سوال ندارم، خواهش میکنم بفرمایید. دیگه شنیدین نظر رو. عرض کنم که این بحث آقای فراحتی یک سری نیمه کارمون، ایشان هر چی خواستن گفتن و ما هم شنیدیم. این قضایایی است که 1200 سال است که این داستان ها رو میگویدن قومتون بگم، هیچ دلیلی هم ندارن. میخوام خدمت شما عرض کنم موضوع امامت تا زمان امام جعفر صادق اصلا مطرح نبود و شیعه اساسا فقهی نداشت. ایشان میفرماید فقیه فقهی نداشت، در حالی که اون چهار شعبه دین اهل سنت یعنی حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی، اینها فقهشون تکمیل شده بود. این است که در اون مقطع که امام جعفر صادق آمد که در واقع داشت حکومت از بنی مروانیان منتقل میشد به بنی عباس، ایشان هم به عنوان امام شیعه آمدن یک فقهی درست کردن و بسیار مضحک است که در فقه شیعه عقل را هم جای دادن، در حالی که مبتنی همه گفته ها مبتنی بر خرافات است، عقل هم در اونجا جای دادن. و بعد در دوران بنی عباس اینها آمدن، چون بنی عباس با این شیعه خب میدونی بسیار دشمن بودن، اینها آمدن و حقوق اینها را قطع کردن. یکی از مواردی که مورد اختلاف هست و بسیار مورد تنفر اهل سنت هست خمس هست. این آخوندها و ملاها آمدن برای خالی کردن جیب مردم و پر کردن جیب خود خمس را آوردن. خمس فقط برای اموال دزدی بود، خمس فقط برای غنیمت بود و گنج بود، نه اینکه از کد یبین و عرق جبین کسی کار بکند یک پنجمش رو بدهد آخوند بخورد. و یکی هم همین موضوع امامت و پیشوایی در واقع شیعیان که از همون روزگار شد به جهتی که هیچ قدرتی در واقع بنی عباس رو اینها نمیداد و رفته رفته جان گرفت و یک تئوری به وجود آمد، همین تئوری امامت که در واقع یک نوع امام خدایی است. این تئوری امامت و ولایت علی خدا را از صحنه بیرون کرده، محمد را از صحنه بیرون کرده و یک نوع در واقع امام خدایی آورده که علی خداست. از خود ایشون بپرسید، ایشون باز بام تا شام صد بار میگه یا علی، مثل خود بنده شیعه، و یک بار دیگه خدا از ذهن ما عبور نمی کند. علت خصومت و دشمنی اهل سنت باشی الان بیهوده نیست. اشهد ان لا اله اشهد ان علی رضی الله از کجا آمده؟ اسلام داره سه اصل است مثل دین بودا، میگوید توحید و نبوت و معاد. دیگه این امامت از کجا آمده؟ آقا این دین محمده، در مقابل در نبوغ محمد همه آقایون صفر بودن اگه ایشون نبود. ایشون اومده اذان گذاشته، دین گذاشته، قانون گذاشته، شیعیان آمدن و بهش اضافه کردن و ابداع کردن و عدل وارد کردن و امامت وارد کردن و علت در واقع نفرت در واقع جمهور مسلمانان از شیعیان هم همین ابداعات هست که وارد دین محمد کردن. علی جان ولی الله چه معنی میده در اذانی که محمد گذاشته؟ یا اینکه وارد کردن عدل و امامت در اصول دین، چون این دین دین اوست. اینا این کارا رو کردن و آنچه گفتن خرافات بوده. موضوع جعفر کذاب و فرزند داشتن امام حسن عسکری خرافات بود، به جهت اینکه وقتی جعفر کذاب که برادر امام بود ادعای ارث کرد، خلیفه دستور داد همسران این شخص رو، این امام عسکری رو آوردن و نگه داشتن در قصر و زنان بر اونها گماشتن، هیچ بچه نداشت و ما نفهمیدیم این بچه 5 ساله کجا پیدا شد که ناگهان گفتن که غایب شد. یه غیبت صغرا و بعد یه غیبت کبرا بین سالهای 260 تا 329 که عرض کنم که اون نواب اربعه همه ساختگی
و عجیب اینجاست که یکیش هم ایرانی است و ایرانیان در این کار نقش داشتن. آقای فلاحی، ایرانیان در تخریب اسلام نقش داشتن به جهت اینکه این اسلام تناسبی با فرهنگ ایران زمین و شیوه حیات ایران زمین نداشت. این از که ایرانیان کمک کردند و در واقع اون اسلامی که میخواستن متناسب با فرهنگ ایران پیش از عرب، شما اگر نگاه کنید به کتاب عرض میکنم مستطاب فضا و روافظ، در اونجا میگوید این شیعه‌گری همون گبرکی‌گری است که از گریبان رفت سر به در آورده. بسیار خوب. این یه چیز ابداعی است و مستقی بر هوای تاریخی نیست. ببرد. فرصت امشبمون تموم شد. از دو مهمان بزرگوار و محترم امشب، آقای دکتر مهدی خزعلی و آقای بهرام مشیری، بسیار سپاسگزارم. این بحث من دفعه پیشم گفتم این بحث ته نداره، خلاصه بسیار گسترده است، به تمام تاریخ و فرهنگ ما مربوطه و امیدوارم که در فرصت دیگری قطعا با همین دو بزرگوار ادامه بدیم این بحثو. بله، بریم پرده آخر. باز امیرالمومنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد قواست، سر و صداست، معارضین آقا امیرالمومنین دچار یک وحشت عجیبی شدن، سر و صدا و جیغ و داد و فرار بکن. آقا فرمود چه خبره؟ این مرتبه دومه. گفتن آقا یه اژدهایی اومده، ما ازش میترسیم، این داره میاد تو. آقا برمون دست بهش نزنیم. این اژدها اومد تو، روی دم خودش وایستاد، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین، اژدها نشست. مردم هم اومدن پشت سر اژدها نشستن. اون وقت به اژدها گفت بالا، شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمومنین، من عمر ابن عثمانم، نماینده شما در فلانجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم، جای پدر خودم بشینم. آقا حکمش رو تنفیذ کرد، فرمود شما برو در بین اجنه به عنوان نماینده ما باش، در بین اجنه حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها رو در بین اجنه مطرح کن. شب و روزگار خوش.